سلام دوستان عزیز خوش آمدین به یک ویدیو دیگه و در ویدیو یوتوب یک آپدیت از اقتصاد کلان کل بازار ارزهای دیجیتال بیت کوین و بعضی از آلت ها را برای شما میدم بیشتر آلت های متاورسی آلت های دیگه هم که الان در موقعیت خوب برای خرید قرار گرفته سیگنال های منفی هم برای شما دارم از مارکت آنچین فقط ویدیو تا ها با من همراه باشین قبل از شروع ویدیو برای حمایت کانال مثل همیشه کافی فقط روی دکمه لایک کلیک کنین بالا کاتون کانال حمایت کنین لایک کردن اجازه ای نداره جدیدین در کانال کانال سابسکرایب کنین او زنگوله کنارش آل قرار بدین تا هر بار من ویدیو جدید در کانال آپلود کردم شما اولین نفر باشین که ویدیو رو ببینین همین لحظه ای که من ویدیو رو بر شما میگیرم بیت کوین روی 22992 دلار اتریوم 1573 دلار بی بی 307 دلار XRP 40 سن کاردانا 38 سن خبر خوب از کاردانا برای شما دارم دوچ کوین 9 سن از دوچ کوین هم برای شما خبر دارم پالیگان ماتیک 1 دلار و 9 سن دارایی کل بازار ارزهای دیجیتال 1.08 تریلیون دلار 0.1 درصد افزایش در 24 ساعت گذشته دامیننس بیت کوین پس دوباره برگشت روی 41 درصد مالتی ادیون روی هم عدد دیروز 17.6 درصد حجم معاملات کل بازار کریپتو 63.7 میلیارد دلار در 24 ساعت گذشته شاخص دلار فعلا روی عدد 101.7 امروز چشم تمام تحلیلگران و سرمایه‌گذاران بازارهای مالی به جلسه فدرال رزرو آمریکا و کانفرانس پرس کانفرانس رئیس بانک مرکزی آمریکا جرم پاول امروز روز اساسی مهم است من فکر کنم بعد از جلسه امروز فدرال رزرو آمریکا و پرس کانفرانس رئیس بانک مرکزی آمریکا به احتمال زیاد حداقل در کوتاه مدت روند بازارهای مالی مثل بورس ارزهای دیجیتال مشخص خواهد شد دیگر ببینیم چی میشه انتظار نوسانات داشته باشین انتظار بالا و پایین رفتن مارکت داشته باشین نستک در ماه جانوری این سال 2023 بیشترین میزان سود بعد از ماه جانوری سال 2001 داده و بیشترین میزان رشد بعد از ماه جولای سال 2000 2021 داشته بیت کوین بهترین ماه بعد از سال 2013 داشته یعنی در مدت یک ماه دیروز بعضی داده ها از اقتصاد کلان آمد از جمله کانسومر کانفیدنس آمریکا یعنی شهروندان آمریکا چه حسی نسبت به وضعیت اقتصادی شخصی خودشان و اقتصاد کشور آمریکا در ماه های پیش رو دارند از انتظارات مارکت آمد خب داده های اقتصاد کلان خوبم بیاین برای بازار های مالی مثل بورس و ارزهای دیجیتال خوبه در صورتی که تورم در حال پایین دفتن باشه و اگر بعد بیایم برای بازارهای مالی خوبه چیزی که هم فدرال رزرو آمریکا مجبور میکنه که یک مقدار سیاستشان را شل کنه و اون طرف دیگه در حال حاضر فیر انگرید گرید بازار بورس روی عدد 71 رسیده یعنی الان سرمایه گذاران بازار بورس در ناحیه تمه هستند. ترس که دیگه اصلا ترس پشت سر گذاشتن در ناحیه تمه هستن دیروز جی دی پی فصلی ناحیه اروپا هم آمد 0.1 درصد رشد انتظار تحلیلگران 0.1 0.1 درصد منفی بود خب نشان میده که وضعیت اقتصاد هنوز خوب هست هانگ کانگ در حال کار کردن هسته که تبدیل به مرکز سرمایه ارزهای دیجیتال تبدیل به مرکز نوآوری و پیشرفت ارزهای دیجیتال در سمت آسیا شد بر اساس بلومبرگ یک بانک آلمانی به نام دیکا بانک که در حال حاضر یک میلیون مشتری ریتل داره یک میلیون مشتری مثل ما و شما داره و حداقل 500 تا مشتری سازمانی داره 428 میلیارد دلار پول زیر مدیریت داره اعلام کردن که ارائه دسترسی بیت کوین و بعضی دیگه ارزهای دیجیتال برای مشتریان خود مده خبر خوب برای بازار کریپتو اینجا را ببینید آدیداس تای مرسدس بنز ولکس واگن هوندا دزل ولوو، کوکاکولا، دلچیگوانا، پوما، باس، ریدیت، پرشن، پپسی، لامبورگینی، گوچی، پرادا، لاکسته، فیفا، تمام اینا وارد دنیای وبتری شدن و هیچ منبع خبری اینا را در موش برای مردم معلومات نمیدن درسته؟ 99 درصد مردم از اینا بی خبر هستن تقریبا تمام برند بزرگ جهان مکدونالد تمام اینا وارد دنیای وب تری شدن مکلارن تمام اینا وارد دنیای وب تری شدن خب الان زیاد هیاهویش نیستن چون ما در بازار خرسی هستیم و مازی بازار سودی شوه بدانیم که اینا میتونه هیاهوی خیلی زیاد داخل بازار کریپتو به پا کنه و تمام اینا در حال حاضر در حال زیر ساخت یک کار در دنیای وب تری هستن اینجا رو ببینید میزان حجم معاملات ارزهای دیجیتال متاورسی در صرافی آبیت که یک صرافی کره جنوبی هسته میزان حجم معاملات اینا در این صرافی صرافی بایننس ها پشت سر گذاشتند بایننسی که بزرگترین صرافی ارسال در جهان است به این معنی مردم کره جنوبی سخت در حال خرید ارزهای دیجیتال متاورسی است. ارزهای دیجیتالی که بیشترین حجم معاملات داشتن اینجن کوین یک از اگر ارز دیجیتال دلخواه متاورسی من باشد بدون شک یک از ارزهای دیجیتال دلخواه متاورسی من هستم مانا اکس اینفینیتی و سن باکس اینا ارزهای دیجیتال است که مردم داخل کره جنوبی سخت در حال خریدش هست. در حال خرید و فروشش هسته. و دلیلش هم بیشتر به خاطر همین کارهای آمازون و اپل هستن دوچکوین کوین در حال حاضر یک تقاضا یک دیوان بزرگ تقاضا برای خود بین 0.86 دلار ساخته جایی که 89 هزار آدرس 14 میلیارد از ارز دوچ کوین خرید کرده برای اینکه ارز دوچکوین کوین به رشدش ادامه بده باید صفر صر دلاره پشت سر بگذارانه که ای یک مقاومتی تقریبا بزرگ برای دوچکوینه جایی که 21 هزار آدرس آدرس 825 میلیارد از ارزی دوچکوینه خرید کردم و بعد از اینکه تویتر اعلام کردن اونا دنبال جواز برای راهندازی پرداخت روی تویتره دوچکوین یک رشد کوچیک کرد استیبل کوین کاردانا دی جی دیروز راه اندازی شد دیروز لانچ شد و در مدت 24 ساعت گذشته توتال ولیو امو تی وی ال دی فایا امی پروژه استیبل کوین کاردانا به 10 میلیون دلار رسیده فقط در مدت 24 ساعت و همی باعث رشد یک رشد 14 درصدی ارز کاردانا هم شده ولی ببینیم که چطوری پیش میره ولی یک دیگه خبر اساسی خوب مثبت برای کاردانا هستن و کمیونیتی کاردانا جیم کریمر دیگه میشناسین جیم کریمر خبرنگار شبکه خبری سین بی سی هسته که صحبت هایش وقت هاشیه خیلی زیاد به همراه داشته الان جیم کریمر میگه که ما در بول مارکت هستیم و از فرصت استفاده کنین شروع به خرید کنین که تقریبا 90 درصد اوقات تحلیل های آقا نظر های آقا برعکس میشه مثلا در شروع جانوری امسال میگفت ارسای دیشتال سهام تانه بفروشین. دقا بعد از گفته ای بازار بورس ارسای دیشتال یک رشد خیلی خوب کرد الان میگه ما وارد بول مارکت شدیم آیا <تصحیح> چیزی برعکس بول مارکت بازاری دوزولی در پیش شروعی ما هست و او طرف دیگه مایکل بوری کسی که اگر فیلم شورت سکویز فیلمش چه دیده باشین اونجا مایکل بوری هسته و همچنین مایکل بوری کسی هسته که در همون فیلم فکر کنم کرش خانر در سال 2008 پیش بینی کرده بودن امسوب توییت زده که سل خب سل به معنی که فروختن بفروش و حالا من دارم دقیقا چی اتفاق خواهد افتاد ولی شما باید بدانید که آقا در کل 2020-2021 بول مارکت می گفت ما در حباب هستیم و حتی در آخر تابستان سال گذشته اعلام کرد که مساهم های مرا فروختم شورت میگیرم بازار بورس کرش میکنه تا اینجا که چیزی دقیق دقیقاً برعکس چیزهایی که مایکل مایکل بوری میگفت شده یک آپدیت از آنچین بیت کوین هم برای شما میدم شاخص اس او ببینیم شاخص اس هنوز بالای خط سیاهی چیزی که برای مارکت مثبته چیزی که برای من شخصا یا من شخصاً ترس پایین رفتن بیشتر مارکت ندارم تا وقتی که معیارها تغییر نکرده ننگایی که حداقل هزار بیت کوین داره باز دوباره یک مقدار اینا فروختن ننگایی که حداقل ده هزار بیت کوین داره اینا هم مقدار کوچک فروختن ننگایی که حداقل 100 تا بیت کوین داره اینا اساسی خرید کردن واریزی تریوم داخل صرافی ها مثل سابقه تغییری نکرده خروجی بیت کوین از صرافی ها در حال رشد هستن حالا امکان داره بیت کوین چند هزار دلار بره پایین اما نظر به داده هایی که ما فعلا در دسترس داریم من احتمال خیلی زیاد پایین رفتن بیت کوین نمیبینم حتما مرد در اینستاگرام فالو کنین امشب جلسه فهم بر شما در اینستاگرام استوری میکنم ببینیم چی میشه انتظار بالا پایین رفتن مارکت داشته باشین تا ویدیو بعد خدا نگهدار